اهواز 24 آذر 97 تظاهرات و اعتصاب کارگران فولاد. کنفرانس در پارلمان نیو ساوت ویلز استرالیا، حمایت از اعتراضات و مقاومت مردم ایران، سخنرانی های نمایندگان پارلمان و شخصیت های استرالیایی. دکتر فیل گلدنینگ، هراس آخوندهای زنستیز حاکم بر ایران از نقش برجسته زنان در جنبش مقاومت ایران و رهبری شجاعانه مریم رجوی. خبرگزاری سپاه پاسداران، مک‌کلینتاک قانونگذار وابسته به مجاهدین قطعنامه ای علیه ایران در کنگره آمریکا ارائه کرد که از حمایت 103 قانونگذار در مجلس نمایندگان برخوردار است. قطعنامه حمایت از آرزوی مردم ایران برای تحقق ایرانی دموکراتیک را عنوان کرده است. مک‌کلینتاک، روح راباکر، مایک کافمن، تیتپو، الیوت انگل، براد شرمن، شیلا جکسون لی، جودی چو و استیف کوهن 9 نفر از قانونگذاران بودند که در این جلسه حضور داشتند. رویترز، کره جنوبی برای سومین ماه پیاپی هیچ نفتی از رژیم ایران خریداری نکرده است. وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس مشترک با وزیر خارجه کانادا، همه قطعنامه‌های شورای امنیت علیه رژیم ایران باید اجرا شوند. واشنگتن فری ویکن، طرح سناتورهای آمریکا برای قطع بانک‌های رژیم از شبکه بین‌المللی بانک‌ها به خاطر نقش آنها در تأمین مالی تروریسم و پولشویی است. سناتور چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا، فراخوان به محاکمه مدیر مالی شرکت چینی هواوی به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه رژیم آخوندی. هشدار نخست وزیر استرالیا به رژیم آخوندی درباره اجرای معاهدات مربوط به ارگان جهانی ضد پولشویی. رویترز، قیمت نفت برنت در روز جمعه حدود 2% کاهش یافت و به 60 دلار در هر بشکه رسید. بحران درونی رژیم بر سر ناکامی برجام اروپایی، مهدی محمدی مهره خامنه ای و مذاکره کننده سابق اتمی رژیم. در سازوکار مالی اروپا خطرات بسیاری برای امنیت نظام نهفته است. خرم، سفیر سابق رژیم در چین، ادعای تلاش نظام برای انفجار در همایش مجاهدین و آزمایش های موشکی اثرات منفی بر اراده اروپایی ها می گذارد. روس ها، چینی ها، هندی ها، ژاپنی ها و کره ای ها نفت در برابر کالا را مطرح کرده اند که به نوعی سلب حاکمیت ما نیز هست. قتل دو کولبر زحمتکش کرد توسط پاسداران جنایتکار خامنه ای. هشتم ربیع الثانی، میلاد امام حسن عسکری علیه السلام، یازدهمین پیشوای تشیع انقلابی.
تظاهرات و اعتصاب کارگران فولاد. اهواز 24 آذر 97. کارگران گروه ملی فولاد اهواز روز شنبه 24 آذر ماه 36 روز اعتصاب و تظاهرات خود را با تجمع در مقابل استانداری رژیم آغاز کردند. کارگران سپس با فریادهای الله اکبر در خیابان نادری و بازار مرکزی به راهپیمایی و تظاهرات خود ادامه دادند و در مقابل مسجد زرار آخوند جزایری تجمع و سخنرانی کردند. در صف اول تظاهرات کارگران کفن پوش ایستاده بودند. در این تظاهرات اشایر و اقشار مختلف از خواستها و مطالبات کارگران حمایت کردند و جمعی از مردم نیز به تظاهرات پیوستند. رژیم آخوندی در وحشت از تظاهرات کارگران فولاد اهواز از صبح شنبه گله های ماموران نیروی انتظامی و ضد شورش و مزدوران لباس شخصی خود را به خیابان های اهواز اعزام کرده بود. نیروهای گارد ضد شورش رژیم ساعت 9:30 صبح در چهارراه نادری مسیر ورودی به خیابان را کاملا بستند تا مانع ادامه حرکت کارگران شوند. اما به رغم حضور سنگین نیروهای سرکوبگر، کارگران فولاد با ایستادگی خود ماموران را کنار زده و به تظاهرات خود ادامه دادند و وارد خیابان نادری و بازار سرپوشیده شدند.
کنفرانس در پارلمان نیو ساوت ولز استرالیا، حمایت از اعتراضات و مقاومت مردم ایران. در این کنفرانس که به ریاست مشترک دکتر مردیس برگمن، رئیس پیشین مجلس سنای ایالت نیو ساوت ولز، و آقای پیتر مورفی، مسئول کمیته استرالیایی ها حامی دموکراسی در ایران برگزار شد، لیندا وولت، نماینده مجلس از حزب کارگر و وزیر سایه ورزش، دیوید چوبریج، نماینده مجلس از حزب سبزها، و دکتر فیل گولدنینگ، رئیس شورای پناهندگی استرالیا و مسئول سازمان ادمون رایس سنتر، و دکتر مریم صادق‌پور از سوی انجمن دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران استرالیا سخنرانی کردند. شرکت کنندگان در این کنفرانس در قطعنامه پایانی آن دولت استرالیا را به برگزیدن یک سیاست قاطع در قبال دیکتاتوری تروریستی حاکم فراخواندند. در آغاز این کنفرانس بعد از سخنرانی افتتاحیه توسط دکتر مردیس برگمن، لیندا وولت، نماینده پارلمان استرالیا، ضمن بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر، سرکوب زنان ایران توسط رژیم زنستیز آخوندی را محکوم کرد. وی نقش برجسته زنان در مقاومت ایران را ستود و حمایت و همبستگی خود را با اعتراضات و قیام مردم ایران ابراز کرد. I'm not an expert on Iran, as you probably know, but on women in sport, that is my area of expertise, and that is somewhere where the world is watching what happens in Iran. So thank you. دیوید چوبریج، نماینده پارلمان استرالیا و از حامیان دیرینه مقاومت ایران در استرالیا، سخنران دیگر این کنفرانس بود. وی با تاکید بر اینکه رژیم حاکم بر ایران رکورددار اعدام در جهان است، اقدامات سرکوبگرانه دیکتاتوری آخوندی را محکوم کرد و گفت مردم ایران نشان دادند که از رژیم حاکم منزجرند و خواستار یک حاکمیت مبتنی بر آزادی هستند. به تاکید کرد ما برای استقرار آزادی و دموکراسی در کنار مردم و مقاومت ایران ایستاده ایم و برای شما بهترین آرزوها را داریم. And we do wish you and the Iranian people a peaceful, just, democratic transition in the coming year. Thank you very much. دکتر فیل گولدنینگ، رئیس شورای پناهندگی استرالیا و مسئول سازمان ادمون رایس سنتر، تروریسم افسارگسیخته بین المللی رژیم را محکوم کرد. وی ضمن حمایت و همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران تاکید کرد آخوندهای زنستیز حاکم بر ایران از اینکه در رأس مقاومت ایران زنی شجاع همچون مریم رجوی علیه آنها ایستاده است بسیار می‌ترسند. وی با یادآوری مشاهداتش از دو بار سفر به آلبانی و دیدار با رزمندگان و همچنین کارزار شیطان‌سازی و دروغ پراکنی رژیم علیه مقاومت ایران افزود مقاومت ایران مقاومتی است که در نهایت این رژیم را به زیر خواهد کشید. در این کنفرانس دکتر مریم صادق‌پور به بررسی قیام مردم ایران پرداخت و دولت استرالیا را به اتخاذ سیاستی قاطع در برابر دیکتاتوری تروریستی آخوندها فراخواند. با سلام، خبرهای این ساعت را ادامه می دهیم. روز سه‌شنبه 20 آذر ماه برابر با 11 دسامبر کنفرانسی در کنگره آمریکا با حضور اعضای ارشد و نمایندگان برجسته دموکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در همبستگی با قیام مردم ایران برای آزادی در آستانه سالگرد قیام سراسری مردم ایران علیه رژیم آخوندی برگزار شد. همزمان حمایت 105 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا شامل 52 رئیس و نایب رئیس کمیته های اصلی و فرعی از قطعنامه دو حزبی 1034
در محکومیت توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در فرانسه و در حمایت از طرح ده ماده‌ای خانم مریم رجوی برای ایران فردا اعلام شد. متعاقباً رسانه‌های رژیم خشمگین خود را به صورت زنجیره‌ای و کلیشه‌ای نسبت به مک‌کلینتاک و سایر نمایندگانی که از این قطعنامه حمایت کرده و در جلسه ایرانیان در کنگره آمریکا سخنرانی کرده بودند بیرون ریختند. شبکه العالم آخوندی در این باره نوشت: قانونگذار وابسته به مجاهدین قطعنامه‌ای علیه ایران در کنگره آمریکا ارائه کرد. خبرگزاری سپاه پاسداران طبق همان خبر کلیشه‌ای که به فرموده درج کرده است نوشت: قانونگذار وابسته به مجاهدین قطعنامه‌ای علیه ایران در کنگره آمریکا ارائه کرد که از حمایت 103 قانونگذار در مجلس نمایندگان برخوردار است. قطعنامه حمایت از آرزوی مردم ایران برای تحقق ایرانی دموکراتیک، سکولار و غیر هسته‌ای را عنوان کرده است. مک‌کلینتاک و رورا باکر با مایک کافمن، تد پو، الیوت انگل، براد شرمن، شیلا جکسون لی، جودی چو و استیون کوهن 9 نفر از قانونگذاران بودند که در این جلسه حضور داشتند. قطعنامه دو حزبی 1034 در مجلس نمایندگان که توسط تام مک‌کلینتاک، قاضی تد پو و پال گوسار به کمیته خارجی مجلس نمایندگان ارائه شده و تا کنون از حمایت 104 نماینده کنگره برخوردار شده تاکید می کند، توطئه تروریستی رژیم علیه گردهمایی ایران آزاد که به منظور حمایت از طرح ده ماده‌ای رهبر اپوزیسیون ایران خانم مریم رجوی برای آینده ایران ارائه شده برگزار شد، صورت گرفته است. طرحی که مبتنی بر حق رأی همگانی، انتخابات آزاد، برابری زن و مرد و برابری مذهبی و قومی و لغو قانون شریعت آخوندی است و به تشکیل یک جمهوری در ایران بر اساس جدایی دین از دولت و یک ایران غیر اتمی که خواهان صلح و همکاری بین المللی و منطقه‌ای و احترام به منشور ملل متحده است فراخوان می‌دهد. بر اساس قطعنامه 1034 مجلس نمایندگان آمریکا به آژانس‌های زیربط دولت آمریکا فراخوان می‌دهد که با متحدان اروپایی آمریکا کار کنند تا مقام‌های رژیم ایران را که در پشت این توطئه بوده‌اند شناسایی کنند و به پای میز عدالت بکشانند. قطعنامه تأکید می‌کند مجلس نمایندگان آمریکا در کنار مردم ایران و اعتراضات مستمر آنان علیه رژیم سرکوبگر و فاسد حاکم می‌ایستد و حق مردم ایران و مبارزه آنها را برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت و غیر اتمی در ایران را به رسمیت می‌شناسد. We have come a long way and I think we should remember that. You know, there were days when folks said that the MEK will never be delisted. But yet those days are gone, and the MEK has been delisted because it is not a terrorist organization. You have encouraged me by your steadfast, tenacious, and passionate fight. The fight for your country. The fight for your friends and neighbors that are still in bondage in Iran. And it's obvious that what you do is making a difference because you have got the folks in Iran, the mullahs, have taken to the streets. Young people, millennials, have taken to the streets in Iran protesting the illegitimate regime in Iran. And they keep doing it, even though the mullahs and the IRGC drag them off and put them in jail and they disappear, they keep protesting because all they want is what you want, a free Iran. And that day is coming. And there will be a day of reckoning, when those who have committed such crimes against their own people
are going to be held account, and Iran will be a free society. دینا رورا باکر رئیس زیرکمیته اروپا در کمیته خارجی سخنران دیگر این کنفرانس بود. وی در سخنان خود بر ضرورت رهایی مردم ایران از شر دیکتاتوری خونریز آخوندی که از نام خدا برای استمرار حکومتش سوء استفاده می کند تاکید کرد. وی در ادامه گفت: to have stood with the people of Iran and the MEK in particular in this wonderful and this magnificent effort to free the people of Iran from the tyranny of the Mullah regime. Thank you for letting me part of your team. And we know how desperate the Mullah regime is getting. When they start having to send assassins into Paris to try to blow up your meeting, that's not a symbol of strength, that's a symbol of their weakness. نماینده کنگره براد شرمن ضمن حمایت از خاص مردم ایران برای تحقق آزادی و حاکمیت مردمی مماشات با رژیم را مردود و خواستار اعمال قاطعیت در برابر رژیم حاکم بر ایران شد. وی افزود: And I especially want to thank the MEK for its role in 2002 in revealing the Natanz facility, because it was important then and is important now that we prevent this murderous regime from having the most terrible weapons at its disposal. Thank you, everybody, and welcome. I think it's important to, you know, recognize the organization of Iranian American communities who are hosting tonight's event and who make so much of what we do possible with their dedication. سفیر آدام ارلی در سخنان خود در کنفرانس در کنگره آمریکا فعالیت‌های خستگی ناپذیر یاران مقاومت ایران در شناساندن اهداف این مقاومت را ستود و سپس در رابطه با وضعیت رژیم در دوران پس از قیام گفت: برای من و هر کس که تحولات ایران را از نزدیک دنبال می کند روشن است که آخوندها وحشت زدند. آنها از خانم مریم رجوی و از مقاومت شما و از مجاهدین وحشت دارند. آنها می دانند که میلیون ها ایرانی هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران دیگر به وعده های دروغین آخوندها اعتنایی ندارند و برای فردا برنامه ریزی می کنند. ادامه خبرها. رویترز گزارش داد کره جنوبی برای سومین ماه پیاپی هیچ نفتی از رژیم ایران خریداری نکرده است. رویتر نوشت بر اساس اطلاعات گمرکی کره جنوبی که یکی از وارد کنندگان عمده نفت ایران در آسیاست در شمار 8 کشوری است که از تحریم های نفتی رژیم آخوندی به طور موقت معاف است. با این حال کره جنوبی خرید نفت از این رژیم را در 3 ماه اخیر سپتامبر، اکتبر و نوامبر از 9 مهر ماه تا 9 آذر ماه در حد صفر نگه داشته است. به گزارش رویترز قیمت نفت برنت در روز جمعه حدود 2% کاهش یافت و به 60 دلار در هر بشکه رسید. بر اساس این گزارش قیمت شاخص نفتی برنت در این هفته حدود 2.3% و شاخص نفتی وست تگزاس حدود 2.7% کاهش یافت. علت کاهش قیمت نفت در این هفته کاهش شاخص ها در بازار بورس آمریکا و نگرانی از کند شدن تقاضا به دلیل انتشار آمارهای ضعیف از اقتصاد چین اعلام شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با وزیر خارجه کانادا گفت: ما پیرامون فعالیت رژیم ایران علیه امنیت منطقه گفتگو کردیم. همه قطعنامه‌های شورای امنیت علیه رژیم ایران باید اجرا شوند. ما خواهان فشار سایر کشورها به رژیم ایران در این رابطه شدیم. نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که اگر رژیم آخوندی به تعهدات ضد پولشویی خود عمل نکند، از اقدامات ارگان جهانی ضد پولشویی FATF حمایت خواهد کرد. سکات موریسن گفت:
FATF یک نهاد بین المللی است که علیه تامین مالی تروریسم فعالیت می کند و اگر رژیم ایران به تعهداتش عمل نکند، FATF علیه این رژیم اقدام می کند و ما از اقدامات این نهاد بین المللی حمایت می کنیم. واشنگتن فیبی کن گزارش داد شماری از سناتورهای ایالات متحده با تدوین طرحی قصد دارند بانک‌های رژیم را از شبکه بین‌المللی بانک‌ها به خاطر نقش آنها در تأمین مالی تروریسم و پولشویی قطع کنند. این طرح که در اختیار فیبی کن قرار گرفته تمام بانک‌های رژیم را به خاطر حمایت از تروریسم و پولشویی محکوم می‌کند و محدودیت‌های بیشتری را اعمال می‌کند. این طرح که توسط سناتور تد کروز و سناتورها مارکو روبیو، تام کاتن، تام تلیس، کوری گاردنر، ساندی هاید اسمید و تاد یانگ و همچنین متحدانش در مجلس نمایندگان و سنا پیش برده می شود، علاوه بر نظام بانکی، نظام مالی و روش‌هایی مانند استفاده از ارزهای رمزنگاری شده برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و ادامه تجارت میان رژیم ایران و اروپا را نیز هدف قرار می‌دهد. سناتور تد کروز درباره طرح پیشنهادی جدید سناتورهای آمریکایی گفت: بر اساس برجام اوباما میلیاردها دلار به رژیم ایران تحویل داد و این رژیم را به سیستم مالی جهان وصل کرد. رژیم ایران با استفاده از این امکانات پول بیشتری را پولشویی کرده و برای تامین مالی تروریسم به کار برد. جبران این خسارت نیازمند اعمال فشار حد اکثری به رژیم ایران است. اقدام رئیس جمهور ترامپ در خروج از توافق هسته‌ای کاملا درست بود. گام بعدی ضروری قطع مؤثر دسترسی رژیم ایران به نظام مالی جهانی است که کار کرده این طرح است. واشنگتن فیبی کن افزود همزمان با طرح سناتور تد کروز در سنا در مجلس نمایندگان آمریکا نیز مایک گالاگر نماینده جمهوری خواه ایالت ویسکانسن طرح مشابهی را ارائه کرده است که تاکنون با حمایت 6 نماینده جمهوری خواه دیگر همراه شده است. مایک گالاگر گفت پیام این طرح روشن است. رژیم باید قیمت زیادی برای رفتار مداخله جویانه و بی‌ثبات کننده اش بپردازد. سناتور چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا از دولت دونالد ترامپ خواست منگ ونجو مدیر مالی شرکت چینی هواوی را به جرم نقض تحریم‌های رژیم ایران محاکمه کند. وی گفت ظن شدیدی در مورد اقدامات جاسوسی سایبری از سوی این شرکت به دلیل ارتباطش با حاکمیت چین وجود دارد. منگ ونجو که در فرودگاه ونکوور کانادا به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه رژیم آخوندی دستگیر شده بود، در حال حاضر با قید ممنوعیت خروج از کانادا و با ضمانت 10 میلیون دلار و پابند الکترونیکی در این کشور تحت محاکمه است. آخوند روحانی در روز 17 آذر با سوز و گداز از بسته شدن این راه دور زدن تحریم ها گفته بود وقتی چین را در تنگنا می‌گذارند رژیم آخوندی خود را در محاصره می‌بیند. وقتی تجارت چین را در تنگنا می‌گذارند همه ما زیان می‌بینیم و هرگاه روسیه را تهدید کنند ما هم امنیت خود را در مخاطره می‌بینیم. خرم سفیر پیشین حکومت آخوندی در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو نوشت ادعای تلاش نظام ایران برای انفجار مقر همایش مجاهدین، ادعای دانمارک و آزمایش‌های موشکی اثرات منفی بر اراده‌های اروپایی می‌گذارد. وی افزود چه بخواهیم و چه نخواهیم اروپایی‌ها نگرانی‌هایی در توانمندی موشکی ایران دارند. ما نباید در آستانه اجرایی شدن سازوکار ویژه مالی از سوی اتحادیه اروپا دست به اقداماتی بزنیم که تنها نتیجه‌اش این می‌شود که ترامپ و پومپئو بگویند که دیدید که ما راست می‌گفتیم. در آزمایش اخیر موشکی هم دیدید که ترامپ و پومپئو ابراز خوشحالی کردند.
خرم در بخش دیگری از این مطلب میگوید نفت در برابر کالا داستانی است که روس‌ها، چینی‌ها، هندی‌ها، ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها مطرح کردند که به نوعی سلب حاکمیت ما نیز هست. از سوی دیگر مهدی محمدی از اعضای سابق تیم مذاکره کننده اتمی رژیم با اعلام اینکه سازوکار اروپا برای تبادل پولی با جمهوری اسلامی نهایی شده افزود خطرات بسیاری برای تجارت خارجی و امنیت نظام در این مکانیزم نهفته است که اگر به آن بی‌توجهی شود تحریم‌های آمریکا نه تنها دور نمی‌خورد بلکه مؤثرتر و کاری‌تر هم خواهد شد. وی افزود اگر به هر دلیلی پیوندی میان مذاکرات این سازوکار و برنامه منطقه‌ای نظام برقرار شده باشد آغاز فاجعه‌ای بی انتها برای امنیت نظام است. کیهان خامنه‌ای نیز پاسخ به این حرف روحانی که بود و نبود برجام چه نتایجی خواهد داشت نوشت برجام عملاً از بین رفته است و مسئله فقط پذیرش یا عدم پذیرش این واقعیت از سوی دستندرکاران آن است. پاسداران جنایتکار روز جمعه در منطقه مرزی بانه با شلیک گلوله دو کولبر کرد را کشته و مجروح کردند. کولبری که در تیراندازی پاسداران جان خود را از دست داد دارای 5 فرزند بود. یک نوجوان 16 ساله فلسطینی روز جمعه در کرانه باختری رود اردن در اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی جان باخت. از روز پنجشنبه تا کنون در جریان درگیری‌ها 5 فلسطینی جان خود را از دست دادند. بینندگان گرامی سیمای آزادی، اخبار این ساعت با پخش عناوین خبرها به پایان می‌رسد. آرزوی موفقیت براتون داریم و خدا نگهدار همگی شما.